سلام، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید گیرگی روابط کابل و اسلام آباد. سرپرست وزارت دفاع به پاکستان هشدار داد. آیا همسایه افغانستان عقب نشینی خواهد کرد؟ محمد یعقوب مجاهد از تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج صدها هزار مهاجر افغان سخت انتقاد میکند و میگوید اسلام آباد با این کار وحشت و بربریت را رقم میزند. همزمان شیر محمد عباس استانگزی بدرفتاری با مهاجران افغانستان در پاکستان را پذیرفتنی نمیداند و میگوید نباید اسلام آباد صبر امارت اسلامی را بیازماید. چرا روابط کابل و اسلام آباد متشنج شده؟ ریشه اصلی این تقابل چیست؟ و در نهایت لبریز شدن صبر امارت اسلامی چه نتیجه را برای پاکستان به دنبال خواهد داشت؟ اینها و بیشتر در فراخبر. من شمسمانی هستم و مهمانانم آقایان اینجا در استودیو آقای فضل رحمان اوریا آگاه امور سیاسی و از طریق اسکایپ هم آقای شفیق همدرد آگاه روابط بین الملل با ما همراه هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. به بحث آقای اوریا، اگر با شما آغاز بکنیم، با واکنش سرپرست وزارت دفاع در برابر پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستان خبر از چی میته؟ آیا وقت گفتگو و تعامل گذشته و زمان هشدار و اقدام است؟ تشکر. سلام بر شما، سلام به جناب همدرد صاحب، بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. واقعا حکومت نامشروع اسلام آباد با یک وحشت، با یک بربریت، با یک استبداد نهایت وحشیانه اخراج مهاجرین افغان خلاف تمام کنوانسیون های جهان اعلان کرد. این در حقیقت اعلان جنگ است علیه افغانا، این در حقیقت اعلان جنگ است علیه افغانستان. و این عمل پاکستان، حکومت پاکستان با هیچ شکل قابل قبول نیست و با تمام قوت باید تقبیه شود. اما تقبیه کجا را میگیره؟ میگیره. حال ما میگیم کجا را میگیره؟ بله. این در حقیقت اعلان جنگ است علیه افغانستان، اما ببینیم که پاکستان جنگ آغاز کرده میتونه یا نه، یا همون فرموده شما عقب نشینی میکنه، او هم عقب نشینی تاکتیکی. ما به باور هستیم که جنرالای پاکستان توانمندی و ظرفیت جنگ با افغانستان نداره، اینا به زودی عقب نشینی خواهد کردن. آقای اوریا میگن اگر عملی شود و اگر اخراج افغان مهاجرین افغانستان از پاکستانی، به این معناست که جنگ در میگیره بین افغانستان و پاکستان. اعلان جنگ است. امی فعلا اعلان جنگ است. هرگاه عملی شوه که احتمالاتی ضعیف هست، ای به معنی عملا جنگ است علیه افغانستان. در این صورت افغان ها میتونه از خود عکس العمل نشان بده و از خود دفاع بکنه در برابر این عمل ظالمانه وحشیانه اسلام آباد. تا مرحله آغاز جنگ میگن نخواهد رسید؟ جنگ افغانستان با پاکستان در خط فرضی دوره نخواهد بود، مثل که جنگ اوکراین و روسیه در سرحداتشان هست. معمولا جنگ افغانستان هرگاه علیه اسلام آباد آغاز شوه، او در پنجاب و لاهور و کراچی و اسلام آباد می باشه و پاکستان توانمندی و مقابله با چنین جنگ هایی که در شهرهای اینا آغاز شوند نداره. اگر نداره چرا اعلان جنگ؟ اگر همونطوری که شما تعبیر میکنین از این تصمیمی که پاکستان گرفته، این نهایت زبونی پاکستان نشان میده و این نهایت ضعف و ناتوانی حکام پاکستان نشان میده که علیه مهاجرینی که بدپاترین پدیده هست در جهان، اونا را به زندان میندازه، اونا را میکشه، اونا را شکنجه میکنه و اعلان میکنه به طور ظالمانه که 1.7 میلیون مهاجر افغان میکشه و ضرب العجل یک ماه میتا و ضرب العجل یک ماه میتا. و باید بیاد داشته باشه اگر این پروسه، این روند اجباری خروج مهاجرین افغان از پاکستان توسط جنرالای پاکستان عملی شوه، با عکس العمل بسیار جدی مواجه خواهد شد. بسیار تشکر، ممنون شما. آقای همدرد، شنیدن حتما تصمیمی که گرفته شد و واکنش هایی که داشت سرپرست وزارت دفاع آقای عباس استانگزی، بسیار مشخص روش میایم. آقای مجاهد، از مردم پاکستان به ویژه علمای دینی و رهبران گروه های سیاسی پاکستان خواسته تا در برابر این تصمیم حکومت موقت پاکستان بیستد. فکر میکنین که این خواست خریداری داشته باشد در پاکستان؟
سلام به شما، به مهمان شما و به بینندگان محترم شما. ممنون. بدبختی است که در 40 سال گذشته پاکستان و به خصوص ارتش پاکستان در مواقع خیلی خاص از مهاجرین، از بندش راه ها و از بعضی مسائل دیگه و حتی نظام های افغانستان را اینا مثلا سکوت دادن. تقریبا در 40 سال شما ببینین و از رو به پیش زمانی که پاکستان به وجود نامده بودن و ایجا خب حکومت یا اونمو کالونی بریتانیا بودن، شما ببینین از اون طرف هم با ما مثلا دستور داده می شود، با حکومت ها و رژیم ها از اون طرف چینج می شود و تغییر می شود و این رژیم ها هم توسط امان کسایی که از افغانستان بدبختانه به اون طرف رفته بودن و در بعد از تقریبا 45 سال گذشته که کسایی که از این طرف به اون طرف رفتن و اینمی مهاجرین بودن، اینا بدبختانه در افغانستان آمدن و پاکستان و ارتش پاکستان از اینا سوء استفاده کردن و ما دیدیم که چند بار حکومت و نظام و اردوی افغانستان از طریق اینمی پاکستان از هم پاشیده شد. من فکر میکنم که یک مشکل خیلی کلان است و بدبختی است که در 20 سال گذشته که پیسه بود، که پول بود، امکانات بود، حمایت خارجی ها بود، ما نتانستیم که یک برنامه وسیع بخاطر برگشت مهاجرین از کشور پاکستان و ایران و بعضی کشورهای دیگه روی دست بگیریم و خب مسئله را با این کشورها یک طرفه بکنیم و امروز هم بدبختانه پاکستان و حتی ایران از این مسئله سوء استفاده میکنه به اساس مسائل سیاسی که دارن، به اساس مسائلی که مثلا امروز وضعیت خیلی بد پاکستان داره از نگاه اقتصادی و امنیتی، اینا را میخوان که خب مردم افغانستان هدف قرار بدن. آقای همدرد، هرچند پاسخ سوال اصلی ارائه نشد آنچه که من پرسیدم، ولی همونطوری که شما اشاره میکنین بحث در ریشه این تصمیم است که پاکستانی ها گرفته، شما فکر میکنین این تصمیم ریشه در چی داره؟ آیا آنچه پاکستانی ها متهم ساز افغان ها و خاک افغانستان را علیه خودشان که در حملات تروریستی آن کشور دست دارن دلیل شده، یا همونطوری که شما گفتین بحث استفاده های سو است؟ ببینین در 40 سال گذشته اینا کمپ ها مدارس را در این خط فرضی دوران، در نزدیکی خط فرضی دوران اینا ایجاد کردن به خاطر منافع استراتژیک در افغانستان و حتی در هندوستان و یا در کشمیر. امروز او ایدئولوژی که اینا پرورش می دادن، ایدئولوژی امروز دامنگیر و گریبانگیر حکومت پاکستان و مردم تقریبا پاکستان شدن. پس به او اساس چیزی که امروز پاکستان با اونا روبرو هستن و ایدئولوژی است و او فکری است و او کاری است و او کشتی است که اینا خودشان مثلا اینا. ولی ریشه در چی داره این تصمیمی که در برابر مهاجرین افغان در این کشور گرفته میشه؟ خب ای ما قبلا هم تقریبا در 20 سال گذشته هم دیدیم که یکان وقت از این مسئله سو استفاده صورت بود. ولی به سابقه است تصمیم فعلی؟ بله؟ تصمیم فعلی به سابقه است؟ به سابقه است، به خاطر که حکومت نگران پاکستان که آمده ای یک حکومت مکمل از طرف ارتش است و خیلی کارا بالا اینا انجام میده و کسی که صدر اعظم است یا وزرا اینا رو شما ببینین از یک گوشه و دیگه گوشه پاکستان اینا رو جمع کردن، بی‌هویت هستن این کسایی رو که اینا آوردن و اهداف خود استراتژیک بالا اینا خب اینا عملی میکنن. ولی آقای همدرد، شما فکر میکنین این تصمیم عملی است و از طرف دیگه وقتی درخواست بشه سوی سرپرست وزارت دفاع در داخل پاکستان جریان ها، علما و رهبران سیاسی حرف او را خواهند خرید و در برابر این تصمیم خواهند ایستاد؟ ببینین باید احزاب سیاسی، علمای پاکستان و روحانیون و سیاسیون پاکستان این اقدام حکومت و ارتش پاکستان را تقبیح بکنن و علیه اینا ایستادگی بکنن و صدای خود را بلند کردن و بعضی از سیاسون و بعضی از کسایی صدا را بلند هم کردن، لیکن به سطح خیلی پایینی هستند.
ما فکر میکنم که بله امروز صدایی که از طرف افغانستان صورت گرفته بدبختی است که خوب دستگاه دیپلماتیک ما بدون عباس ستانکزی خوب وزیر خارجه باید اقدام میکرد، خوب دیپلمات‌های اینا را باید احضار میکرد، سفیر اینا را احضار میکرد و یک اظهارنامه خیلی جدی به اینا. سرپرست وزارت خارجه خو به حال در افغانستان نیست، در چین به سر میبره، اونجا در نشست سیوم نشست همالیا ترانس همالیا اشتراک کرده. خب این تقریبا از چند روز به این طرف از یاد در مجموع میگم وزارت خارجه در این راستا خب خیلی جدی نیست، باید جدی میبود بعضی مسائل هست در این راستا و اقدام وزارت دفاع یا سرپرست وزارت دفاع در این راستا که اینا خوب کردن و خواستی را داشتن و یا چیزی را سپاس گذارم. خیلی مهم و ما فکر میکنم که تاثیرات سپاس گذارم. ممنون شما آقای اوریا. آیا در دیپلماسی در گفتگو بسته شده و دست به دامان علما و احزاب و رهبران سیاسی پاکستان بشیم برای اینکه در برابر این تصمیم بیسته؟ نه، ما فکر میکنیم که باید عمل دیگه صورت بگیره. چه عملی؟ خب حال خود تنها اعلان هست. هرگاه حکومت نامشروع پاکستان در جهت عملی شدن این اعلام گام برداره، باید چند کار صورت بگیره. گام برداشتن، حتی مهاجرین در زندان بگونی مرموز کشته شده آقای اوریا. باید چند کار صورت بگیره. یک، مهاجرین افغان بسیار با سر بلند و افتخارانه به کشور خود بیه و همه افغانه او را استقبال بکنه، کمک بکنه، حمایت بکنه و وظیفه حکومت افغانستان است مسئولیت و امنیت تام اونا را تامین کنه. دو، حمایت بیدریغ مردم افغانستان از تمام سازمان های آزادی بخش بلوچ و تمام سازمان های آزادی بخش پشتون، کراچی و دیگر این را باید حمایت بکنه. پس به این معناست که امو سیاست خارجی اعلان جنگ میکنه، به حال برعکس شه بسازه، اعلان جنگ پشتیبانی بکنه. پاکستان اعلان جنگ کرد، وقتی که اعلان جنگ کرد و میخواد جنگ بکنه هر عمل عکس العمل داره. با مجردی که پاکستانی کار بکنه ما مر حیث یک شهروند. ولی پاکستان مگر ریشه در حمایت حکومت سرپرست تی پی تی پی داره؟ هرگاه پاکستان این اعلان جنگ خود عملی بکنه، جنگ عملا آغاز بکنه، ما به حیث یک شهروند جهاد تی تی پی را مشروع اعلان میکنیم، جنگ آزادی بخش بلوچا را مشروع اعلان میکنیم و هر چی در توان داشته باشیم از اونا دریغ نخواهیم کرد. اکنون مشروع نمیدانیم جنگ تی تی پی و آزادی بخش بلوچستان را، مگر او وقت رسما اعلان خواهد کردیم با حیث یک شهروند حمایت خواهد کردیم. ولی حالا هم مشروع میدانیم اگر اعلان نمیکنیم. اعلان نمیکنیم و ضرورت شد و گام های عملی هم برمیداریم با حیث یک شهروند. رویلت در او وقت نیاز خواهد بود که ما از تمام پشتون ها، بلوچ ها و جنبش های آزادی بخش کراچی و دیگه و دیگه باید حمایت و پشتیبانی کرد و تلاش کرد که مردم مظلوم پاکستان از این استبداد 76 ساله جنرالان پنجابی نجات باید بتیم و این دانه سرطانی که در وجود جنرال های پاکستانی تمرکز کرده و 76 سال هندوستان، افغانستان، ایران، کل منطقه را ناامن ساخته، برای ابد این منطقه را باید نجات بتیم. بگذار مردم پاکستان خودش سرنوشت خود بدون این جنرال ها که 76 سال اینا را استثمار میکنه، استعمار میکنه، خونش را میچشه، باید سرنوشت خودت تعیین بکنه. ولی آقای اوریا اینجا یک حکومت است، درست؟ خب دستگاه دیپلماسی داره، وزارت خارجه است، وزارت دفاع است. چرا باید دست به دامان جریان‌های در داخل پاکستان ما شد؟ فکر میکنیم به جایی که از راه گفتگو حل کرد. ما فکر میکنیم که حمایت یا صدا سر مردم پاکستان باید به معنی باشه که با پا بخیزین و نظام وحشتناک و استبدادی جنرالان پنجابی را سرنگون بکنه. خریدار داره در این یک شعار استراتژیک است و خریدار داره. شما میبینید در طول دو سال این جنرالای پاکستانی هر روز میمره و کسی در قصهشان هم نیستند، هر روز فرار میکنه و لان سراخ ها را برای خود میپاله، جای برای خود پیدا نمیکنه. سپاسگزارم آقای همدرد.
فکر میکنین عملی باشه واقعا این تصمیمی که گرفته شده و ضرب الاجلی که تعیین شده، یعنی تا 25 روز دیگه 1.7 میلیون مهاجر افغان که دارای مدارک قانونی نیستند در پاکستان اینها از اون کشور خارج شوه؟ و آیا آنچه آقای اوریا گفت یعنی احتمالش میره که جنگ در بگیره اگر این تصمیم عملی شوه؟ بدبختی داده چی موږ د هوش په ځای له جوش ډیر کار اخلو او ځینې داسې خبرې کوو چې هغه موږ په خپله خپل دښمن ته د دې امکانات په لاس کې ورکوو چې زموږ د اتباعو نه زموږ نه سو استفاده وشي. زه فکر کوم چې پاکستان په 30 کلونو کې زموږ رژیمونه چینج کړل، زموږ هر څه دلته وکړل، لیکن خبره دا وه چې هغوی د پردې تر شا دا ټول څه کول. په ښکاره باندې دا اوس هم که یو څو جنرالانو که یو څو سیاسونو دا اعتراف کړی، نور په مجموع کې د دوی کارپوهان که تاسو وګورئ د دوی رسنۍ که تعقیب کړئ ډېر په ساړه سینه باندې دا مسایل وړاندې کوي. زه فکر کوم چې زموږ مسله دا ده چې موږ په اوس وخت کې د ډېرو بحرانونو سره مخ یو، نو یو بل بحران باید ځان ته خلق نه کړو. دا صحیح ده چې زموږ ازلي دښمن چې دی هغه پاکستان دی، او پاکستان هر وخت وختي دي چې په افغانستان کې نارامي وي، او د همدې لارې نه دوی چې دا ډېره سو استفاده کړې ده، او افغانستان یې د یو متا په توګه باندې د یو مارکیټ په توګه باندې نړۍ ته معرفي کړی دی. هر وخت یې د نړۍ غټې پروژې په افغانستان کې چې دي هغه عملي کړي دي. مسله دا ده چې موږ باید د ډیپلوماټیکو لارو د دې مسلې وهل ته ور ودانګو، ځکه بلې ظاهرا دیده میشه بسته شده در ډیپلوماتیک، چون گفتگوهای زیاد را مشاهد بودیم. پاکستانی ها این تصمیم را بر این گرفتن، همونطوری که اعلان کردن میگن در 24 حمله ای که از اول 2023 انجام شده در پاکستان 14 حمله را افغان ها انجام داده، میگه تی تی پی در خاک افغانستان پناهگاه های آموزشی داره، این موارد پیوست مطرح بود و حالا یک چون این تصمیمی را گرفته. زه فکر کوم چې د دوی دا غوښتنې چې دي هغه اصلا هغه حقوقي او حقیقي بود چې دی هغه نه لري، ځکه په دې کې شک نشته دی چې د ټي ټي پي ځینې مشران به د افغانستان ودې برخه کې وي، لیکن اصلي مسله دا ده چې دغه فکر چا رامنځته کړ. دغه مدرسې، دغه کمپونه، دا په افغانستان کې جهاد، دا 40 کاله کوم غوبل چې په افغانستان کې وو، د دې تر شا څوک وو؟ نو هغه څه چې دوی کرلي دي نن نتیجه اخلي، نو په دې اساس باندې دوی د دې حق نه لري چې دغسې یو عکس العمل وکړي. هغه هم د بې ګناه خلکو نه، هغه د بې دفاع خلکو نه، چې په هغه یعنی ډېر خلک داسې دي چې په پاکستان کې اوس قانوني اسناد لري، حتی ویزې لري، هغه د کورونو راایستل کېږي، هلته ځورول کېږي او زندانونو ته اچول کېږي. د میرمنو حالت تاسو وګورئ، د هغې ویډیوګانې راوتلي دي، او د ماشومانو حالت وګورئ چې دوی په زنځیرو باندې تړلي دي. یعنی کوم اسلامي هیواد، کوم ورور هیواد، کوم یو انساني هیواد به د یو بې مظلومه، د بې کسو او د بې وسو انسانانو سره دغه کار وکړي لکه نه دی چې پاکستان کوي؟ موږ په دې تیرو 40 کلونو کې دا خبره کوله، حکومتونو ته مونږ کوله، خلکو ته مونږ کوله، دغه اوس کوم خلک چې په حاکمیت کې دي و دوی ته مونږ دا خبره کوله چې پاکستان ستاسو دوست نه دی. په دوی باندې 40 کاله مخکې چې دا پروژه عملي کړه، د دوی ډیپلوماټان یې لوڅ امریکانو ته وسپارل، د دوی هغه مشران چې دي هلته چې دي ور ووژل په زندانونو کې، لیکن بیا هم دغه خلک یو تعداد خلک د اوسني حاکمیت نه تر اوسه پورې دا سې دي چې په پاکستان پورې ځان تړلی بولي. نو زه فکر کوم چې زموږ مشکل د پاکستان سره حساسیت دی، موږ باید د ډېر هوش نه کار واخلو، ځکه پاکستان په داسې مسایلو کې غواړي زموږ جوش موږ وښیو، او دغه جوش نه چې دوی د سو استفاده وکړي. نو دا د هوش وخت دی، موږ باید په اساسي توګه خپل مشکل د پاکستان سره حل. بسیار تشکر، ممنون شما. آقای اوریا به باور آقای همدرد باید بسیار آرام پیش رفت و از راه ها و مجراهای دیپلماتیک حل کرد. آقای عباس استانکزی از مقام های امارت اسلامی، از هر مقامی دیگر امارت اسلامی، به یک زبان بسیار تند صحبت کرد در برابر پاکستان و گفت که نباید صبر امارت اسلامی را پاکستان بیازماید. وقتی میبینیم این صحبت ها را آقای اوریا، پاکستان جدی خواهد گرفت این هشدارها را؟ ما عرض میکنیم که نخست هیچ افغانی با پاکستان وابسته نیست و هر افغان جنرالای پاکستانی را دشمن خود تلقی کرده و میکنه. ای که امروز میلیون ها مهاجر افغان مظلومانه در پاکستان زندگی میکنه، این نهایت مجبوریتش است.
مگر اونا سرسختانه دشمنان خود جنرال های پاکستانی میدانه. در شرایط کنونی منافع ما در تضاد است، منافع ملی افغانستان با جنرال های پاکستانی در تضاد قرار گرفته، بخاطر که اونا علیه افغان ها استبداد و ستم روا میداره. ما در شرایط قرار نداریم که یک سفیر وزارت خارجه دعوت بکنه و یک توصیه برش بکنه. حال شرایط بسیار جدیتر هست، سرنوشت 1.5 میلیون انسان مطرح هست، سرنوشت کشور مطرح هست و آینده و استراتژی افغانستان در منطقه مطرح هست. پس در شرایط کنونی با تمام قوت باید از هموطنهای ما که در پاکستان چی گونه است باید دفاع بکنیم؟ آقای اوریا، اگر باورتایی است که اونها دشمن هستند، پس چرا باید در خاک دشمن زندگی کرد؟ ما عرض کردیم که نهایت مجبوریتش است و نهایت مظلومانه در اونجا زندگی کرده و نه وقتی دشمن باشه از یک دشمن انتظار چی میره دیگه؟ طبیعتاً برخورد دشمن زندان هست که افغانا را در زندان انداخته، با امریکایی‌ها تسلیم کردن، کشتن و تحت ستم و استبداد قرار دادن، پولشان غارت کردن. پس وقتی میگه که صبر ما را نیازمایین به چی معناست؟ یعنی دو اگر بیازمایه چی خواد کرد؟ یعنی این بدین معنی است که پاکستان باید از خط سرخ نگذره. هرگاه از خط سرخ پاکستان گذشت، با سرنوشت جنرال های پاکستان وخیم و وخیمتر خواد بودن. ولی در شرایطی هستیم که باید هشدار داد به همسایه؟ یک هشدار عادی است، اونا گام های عملی برداشته، اونا عملا جنگ علیه افغانستان اعلان کرده و در اینجا یک هشدار شفاهی صادر شده، عملی چیزی نیست. از اون طرف هم چیزی خوب عملی نیست برای اعلان شده و هزاران افغان فعلا در زندان هست. از این طرف هم اعلان میشه مگه که نباید صبر ما رو بیازمایید؟ بله، اگر کاسه صبر لبریز شوه، باز ممکن است علیه پنجابی های پاکستان جهاد اعلان شوه، چی در پاکستان و چی در افغانستان. جهاد بر اساس چی اعلان میشه؟ مثلا جهاد از چی زمانی، مثلا جنگ یک گروه را بر اساس چی اینجا باید جنگ گروه نیست دانست؟ مثلا وقتی شما میگن آقای اوریا این مسئله بسیار مهم است، بر اساس منافع مثلا جهاد اعلان باید کرد، بر اساس ای که مطابق میل رفتار نمیکنه، مخالفین اونها را به هر حال مشروع دانست. علیه ظالما، علیه مستبدین، علیه خونخوارا، علیه آنانی که انسانهای بیگناه را به زندان میکشه، علیه اونایی که انسانهای بیگناه را جبران مهاجرین مظلوم اخراج میکنه، اگر اینا یه عمل بکنه نیاز است که علیه اینا جهاد اعلان شود. بسیار تشکر، ممنون شما. آقای همدرد، آقای اوریا به این باور است که اگر این اقدام شوه باید علیه پاکستان جهاد اعلام شوه، و از طرف دیگه اگر لبریز شوه صبر امارات اسلامی، فکر میکنین چه نتیجه ای برای پاکستان خواهد داشت؟ ببینید، ما بازم تاکید میکنم که ما باید از خوش کار بگیریم، اول از راه های دیپلماتیک مشکل خود را حل بکنیم، به خاطر که به مردم ما، به افغان های او طرف، به مردم های بیگناه و به دفاع ضرر میرسه. ما باید کوشش کنیم که از راه های دیپلماتیک و که به هموطنان ما که در او طرف است و در یک حالت خیلی بدی به سر میبرن، به اونا کدام ضرری نرسه، ای تو یک رای را به پیش ببریم. و ای اگر ما از این طرف هم خیلی جدی باشیم و بگویم خب که جهاد است و بعضی مسائل دیگه، خب امیال احمدانای ما او طرف خط دیورند هستن و در جایای مثلا شهرهای بزرگ کراچی و مثلا پیشاور و بلوچستان و کویته و جای هستن، خیلی اونا به تکلیف و به عذاب میشه. من میگم که فشار از طریق چنل های دیپلماتیک باید شروع شود که وجود داره. فکر میکنین از او آدرس فشار ممکن است وارد شود با توجه به اینکه امارات اسلامی را به رسمیت نمیشناسه؟ هر دفتر وارد میشه، شما سفیر اینا را ایزار بکنین و سفیر اینا را اگر نشدن شما بپرستین و سفارت اینا را بسته بکنین، روابط دیپلماتیک با اینا قطع بکنین، دیپلومات های خود را از پاکستان شما بخواین. یعنی این اقداماتی است که در جهان مروج است و جهانیان و کشورهای باهوش و کشورهای مسلکی و دولت‌های مردمداری کار میکنن. بسیار تشکر. و از این بعد زمانی که دیده شد که نمیشه، از این بعد باز اقدامات دیگر. بسیار تشکر، فرصت ما تمام است. بسیار تشکر آقای شفیق همدرد، آگاه روابط بین الملل، و آقای فضل رحمان اوریا، آگاه امور سیاسی، از حضور هر دو مهمان گرامی. از شما بیننده ها که بیننده فراخبر بودین، وقت بخیر.